بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در سوره مبارکه انفطار که در مکه معظمه نازل شده، خداوند به منحرفین همه دوره‌ها، به گمراهان همه دوره‌ها خطاب میکنه: ان علیکم لحافظین. یقینا از سوی من مأمورانی بر شما گمارده شدن که اینها تا شما زنده هستید مواظب شما هستند. مواظبتشون هم از این بابته که اینان نویسنده هستند، کرامن کاتبین، و نوشتشون هم مربوط به اعمال شماست، مربوط به حرکات شماست، مربوط به منش و رفتار و اخلاق شماست. البته این مأموران اختصاص به بدکاران و گمراهان ندارن، برای اهل ایمان، برای خوبان روزگار هم این مأموران قرار داده شدن. یعلمون ما یفعلون، اون چه شما انجام میدین مانند یک دانش و علم در وجود اینان منعکس میشه. عالم و دانای به تمام حرکات دوره عمر شما هستند. این متن سه آیه از آیات سوره انفطار، ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، یعلمون ما یفعلون. این بحث رو که خداوند در این سوره مبارکه پروندش رو میبنده، اشاره میکنه به نیکان عالم. میفرماید ان الابرار لفی نعیم، خوبان عالم و نیکان عالم در یک بهشت و نعمت جاوید
و ابدی قرار دارن. ترکیب آیه خیلی ترکیب جالب و لطیفیه. آیه شریفه نمی فرماید آینده ابرار در نعمت ابد قرار می گیرن. اگر این طور می خواست بگه باید می فرمود ان الابرار یکونون فی جنات نعیم یا لفی نعیم، نیکان در آینده عالم در نعمتهای ابد حق قرار می گیرن. اینو نمیگه آیه. آیه میفرماد ان الابرار لفی نعیم، الان نیکان عالم در نعمت ابد به سر میبرن. معنیش چیه؟ الان یعنی چی؟ الان نیکان در نعمت ابد به سر میبرن. الان که نیکان در دنیا و هرچی هم در اختیارشون از نعمتهای مادی، یه روزی با مرگ از اونها گرفته میشه. چطور پروردگار میفرماید الان نیکان عالم در نعمت ابد به سر میبرن؟ یه روایتی رو براتون بگم که این آیه رو حل بکنه برامون. در این روایت آمده که پیغمبر اکرم میفرماید شب معراج، شبی که در قرآن مطرحه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. البته در سوره دیگر هم آیات معراج مطرحه. این سریع قرآن، قابل انکار نیست، قابل رد نیست، قابل تردید نیست. بعدم میبینید آیه مربوطه به معراج با سبحانه شروع شده، نمیگه الله الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، این رو نمیگه. میگه سبحان الذی، سبحان یعنی وجودی که از هر عیبی، از هر نقصی، از هر کمبودی پاکه. بنابراین قدرت او، قدرت با نقص، قدرتی که کم داشته باشه نیست. این قدرت، قدرت سبحانیه، یعنی قدرت از هر عیبی، از هر نقصی دوره. خب این قدرت بی نهایت یک شب بنده خودش رو از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصا در فلسطین حرکت داد و از اونجا هم بر اساس آیات دیگر به عوالم دیگر برد، لنوریه من آیاتنا، تا بخشی از نشانه های قدرت و رحمتم رو بهش نشون بدم.
این معنی سبحان الله که کسی در باور کردن مسئله معطل نکنه خودشو، متوقف نشه، چگونه یه انسانی رو در بیداری با همین بدن، چون میگه به عبدهی به روحهی نمیگه، سبحان الذی اسرا به عبدهی، اگه به روحهی میگفت خب با روح رفته پیغمبر، اما میگه به عبده، یعنی همین وجود فعلی پیغمبر رو برده معراج. چرا برده؟ لنوری همون آیاتنا، علت بردن رو بیان میکنه، برای اینکه بخشی از نشانه های قدرت هم رو نشونش بده. پیغمبر قسمتی از دیده های خودشون رو در شب معراج بیان کردن، از جمله می فرماید وقتی بهشت رو خدا نشون من داد که اینجا جای نیکانه، اینجا جای اهل تقواست، اینجا جای اونایی که مؤمنن و دارای عمل صالح، من دیدم یه بخش از بهش کامل تمامه، هیچ کارگری کار نمی کنه، ولی یه بخش دیگر بهش کبیره، هیچ چی درش نیست. یه تعداد کارگر عالم ملکوت دارن کار میکنن، ولی نام کارشون منظم نیست. اگر دارن ساختمان میسازن و کاخ میسازن، یه مقدار میسازن میشینن دیگه کار نمیکنن تا 4 ساعت دیگه. درخت میکارن پیوسته نمیکارن، یه 10 تا درخت میکارن میرن کنار دیگه کار نمیکنن. چشمه آب را میندازن، یه دونه را میندازن دیگه کار نمیکنن. من به همسفرم جبرئیل گفتم داستان بهشت رو برای من توضیح بده. یه بخش بهش که کاملا ساخته شده دیگه، هیچ کارگری توش کار نمیکنه، تمام. یه بخشم که بیابونه، اون بخشی رو که دارن بعد بخش آباد میسازن، چرا کارگرا مرتب کار نمیکنه؟ گفت یا رسول الله، اون بخشی که ساخته شده و آباده و کامله، صاحبانش از دنیا رفتن و اینجا الان براشون آماده است تا قیامت برپا بشه، برن هر کدومشون در جای معین خودش. این بخشی که دارن میسازن ولی مرتب نمیسازن، مال مردم خوبیه که الان زندن و در دنیا هستن. اینا هر وقت خدا رو عبادت میکنن به اینا مصالح میرسه، بهشت رو میسازن. هر وقت به خلق خدا خدمت میکنن به اینا مصالح میرسه، اینا میسازن. و هر وقت که نه در عبادت نیستن، در کار خیر نیستن، اینا مصالحی ندارن که بسازن، اینه که میشینن یه طرف منتظر میمونن تا خوبان دوباره براشون مصالح بفرستن. یعنی عبادت حق همون وقتی که شروع میشه، همون وقت هم ساختن بهشت آدم شروع میشه.
کار نیکی که آدم میکنه همون وقتی که شروع میکنه داره میره عیادت مریض، داره میره دیدن رحیم، داره میره مشکل یکی رو حل کنه، داره میره قرض یکی رو ادا بکنه، همون وقتی که داره انجام میده بهشت او شروع میکنه به ساخته شدن. این که قرآن میگه ان الابرار لفی نعیم، الان نیکان در بهشتن، به این معناست که هر نیکی و هر عبادتی و هر کار خیری همون وقت میشه بهش. پیغمبر میفرماد مردم در یه مجلسی که جمع میشن برای یاد گرفتن حلال و حرام خدا، برای یاد گرفتن مسائل دین، برای یاد گرفتن معارف الهیه، برای توبه کردن، برای توجه به پروردگار، این مجالس همون وقتی که تشکیل میشه تا تموم میشه روزتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. همون وقت طبق آیات قرآن، یعنی الان اگر یک کسی میومد در این جلسه که خداوند متعال او رو به حریم محرمیت ملکوت راه داده بود، ساکنان حرم سطر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، اگه یکی از اونا می اومد همین الان طبق آیات و روایات پرده رو از جلوی چشم ما کنار می زد، همین الان ما خودمونو در بهشتی که با شرکت در این مجلس ساختیم می دیدیم، می دیدیم الان کنار درختان، کنار رود آب، کنار چشمه ها و میان ساختمان های بهشت نشستیم، ولی بین ما و این بهشتی که همین الان با این جلسه برای ما آماده شده پرده دنیا افتاده. یا آخرتی 100% میخواد که بیاد این پرده رو کنار بزنه و خودمونو در بهشت ببینیم. این معنی نل ابرار لفی نعیم. یه خطبه داره امیرالمؤمنین، از بهترین خطبه های نهج البلاغه است. نام این خطبه خطبه متقین. در خطبه متقین امام می‌فرماید درباره اهل تقوا و اولیاء خدا و هم والجنت کمن رآها و هم فیها منعمون، اینا تو دنیا که زندگی می‌کنن دقیقا مانند کسانی هستن که دارن بهشت رو با چشم میبینن. اونایی که در بهشتن، اونایی که از دنیا رفتن، اینا مانند اونهان. اصل در کنار عمل بهشت سازی رو میبینن، چون تمام مساله بهش خوبی هاست، چنانچه همه مساله جهنم بدی هاست. اینا رو ما فقط از طریق آیات میشنویم و روایات. اگه گوشه چشممونم باز میکردن و میدیدیم
دیگه یقین ما میشد حق الیقین. اگه میدید مال ما عبادتمون حضورش خیلی کمه، قیمتش بیشتره. هرگز حدیث غایب و حاضر شنیده‌ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ما میریم تو نماز، اما یه بخش نمازمون تو بانگ صادراتیم یا تو بانگ ملی هستیم و کارهای فردا رو داریم جور میکنیم، یا نقشه تابستون رو داریم میکشیم، چند رو بریم کجا، کی بریم مشهد، کی بریم یه ییلاق خونک، بعدم از نماز میایم بیرون. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، بدن پیش خداست، وجودم جای دیگر است. جنازه رو میبرم پیش خدا تو نماز، خودم نمیرم. آدمی که خودشو در بهش حس میکنه طبق این آیات و روایات خیلی آدم آرومیه، اعصاب سالمی داره، امنیت درونی داره. عزلفت الجنت للمتقین، نمیگه اهل تقوا رو میبرم بهش، میگه بهشت رو میارم پیششون. اینا نمیخواد زحمت بکشن قدم بردارن برن بهش، من خدا خودم بهش رو میارم پیششون. این معنای ان الابرار لفی نعیم. این نیکان. آیه بعد میگه و ان الفجار لفی جهنم، بدکاران هم همین الان در جهنمن، نه آینده میخوان برن جهنم، چون هر بدی رو که انجام میدن این بدی آتشه، ولی الان حس نمیکنن، الان در جهنمن. و ان الفجار لفی جهنم یصلونها یوم الدین، روز قیامت که میشه اون وقت میبینن وارد در جهنم میشن، و این جهنم در دنیا بوده، خودشونم در جهنم بودن و حس نمیکردن، باورم نمیکردن. و ما هم انها به غائبین، خیلی آیه عجیبه، میگه الان اینا از دوزخ غایب نیستن، حاضر در دوزخن. و ما هم انها به غائبین، الان غایب نیستن از جهنم، الان تو کلاس جهنم حاضرن، بیرون نیستن. ان جهنم محیطون بالکافرین، لمحیطتون بالکافرین، الان جهنم احاطه بر بدکاران داره. بحث درباره این سوره باز هم ادامه داره، بسیار مطالب مهمی در این سوره خداوند متعال قرار داده. برادرانی که کربلا مشرف شدید، من الان یادتون بیارم که اتوبوسا کجا پیادتون کردن؟ روبروی مسجد
صاحب الزمان روبروی خیابونی که منتهای خیابون حرم ابی عبدالله، این 30,000 نفر لشگر تو همون محیط بودن، یعنی از حرم تا نزدیک مسجد صاحب الزمان و کوچه پهنی که میره خونه امام صادق. الان به نظر میارین کجاست که؟ اونجایی که از اتوبوس پیاده شدید دیدید حدود 4-5 برابر عرض این حسینیه یه رشته آب فرات رد میشه، نه همه فرات، یه رشته آب. الان تو ذهنتون اون آب پرموجو که 2-3 برابر عرض این حسینی است در نظر بگیریم. رود پشت لشگره، امام با لشگر همین نزدیک جایی که الان حرمه روبرو شدن. از هر مادری میخواییم بپرسیم، هیچ مادری بچه 6 ماه رو با کتری با لیوان آب نمیده، چون دهان بچه کوچیکه، گلوش کوچیکه، یا آبو میرزه تو شیشه سر پستونک میبنده یا قاشق چای خوری ور میداره یه قطره دو قطره آب از تو استکان بر میداره میرزه تو دهان بچه. به این 30,000 نفر بگین بچه 6 ماهه از اون همه آب چقدرشو میخواست؟ یه لیوان؟ نه. یه استکان؟ نه. 3-4 تا قاشق چای خوری این بچه رو سیراب میکرد. مردم دیدن ابی عبدالله این بچه 6 ماهه رو روی دست بلند کرد، اون همه آب دریاوار، امام با یه لحن محبت آمیزی صدا زد اما ترونه کیف یتلظا عطشا، شما مردم نمیبینید بچه من مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب میزنه، یعنی معلوم نی اگه آبم به من بدین من به این بچه بدم زنده بمونه. امام حرفش تمام نشده بود دید روی دستش بچه داره دست و پا میزنه، وقتی برگشت دید باسی تیر سه شعبه گلوی بچه رو هدف قرار دادن، چنان ابی عبدالله دردش اومد از این حادثه که رو به جانب پروردگار کرد، الهی این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.